جلسه سوم بحث حرکت شناسی در خدمت شما هستیم با 7 تا تستی که انتخاب کردم براتون تا مطالبی که خدمت شما در جلسه دوم تدریس کردیم رو پوشش بده. بریم سراغ حل تستای این قسمت. تست 2، متحرکی بر روی مسیری نشان داده شده با شتاب ثابت در حال حرکت هست. اگر متحرک در طی 30 ثانیه از A به B منتقل بشه، جهت بردار سرعت متوسط و شتاب متوسط در این بازی زمانی به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه میتواند باشد؟ خب خدمت شما عرض کردم که سرعت متوسط کمیتی است برداری همجهت با جابجایی، شتاب متوسط کمیتی است برداری همجهت با تغییرات سرعت. بریم پای تخته. خب دقت کنید، متحرک از نقطه A رفته به نقطه B. گفتیم سرعت متوسط کمیتی است برداری همجهت با بردار جابجایی دلتا R در 2 بود، دلتا X در 1 بود. من بردار مکانها رو میدونم، جابجایی ها هم میتونم به راحتی رسم کنم. این بردار مکان نقطه A، بردار مکان نقطه B، اینم جابجاییه. از A تا B، پس جابجایی از A تا B به این شکل شد. پس سرعت متوسط کمیتی است همجهت با جابجایی که گزینه 3 و 4 در این حالت حذف میشن. بریم بحث سرعت متوسط رو گفتیم، بحث شتاب متوسط گفتیم. شتاب متوسط هم کمیتی است برداری همجهت با بردار تغییرات سرعت. سرعت گفتیم در هر لحظه مماس بر مسیر حرکت. دقت کنید، سرعت در هر لحظه مماس بر مسیر حرکت. در نقطه A سرعت افقی، در نقطه B به این شکل. پس اینجا سرعت در نقطه A به این شکل، سرعت در نقطه B به این شکل. یک نقطه رو انتخاب میکنم، همسنگ سرعت A رو رسم میکنم، از این نقطه همسنگ B رو هم رسم میکنم سرعتش رو. این هم B که تغییرات سرعت از ابتدا به انتها میشه. این هم شد دلتای V که جهتش رو به پایینه. پس شتاب متوسط همجهت با دلتا وی می باشد که گزینه 2 گزینه مورد نظر می باشد. تست 3، معادله مکان زمان متحرکی در SI به صورت X مساوی تی دومین های 6 تی به علاوه 4 می باشد. مسافت طی شده در 8 ثانیه اول حرکت چند متر است؟ تست بسیار خوبیه. بریم پای تخته. ببینید بچه‌ها، گفته معادله مکان زمان متحرکی به صورت تی دوی منهای 6 تی به علاوه 4 می باشد. درسته؟ بهترین و ساده ترین روش این سوال اینه که سرعتش رو سریع پیدا کنید. از مکان مشترک میگیرم، میشه دو تی منهای 6 مساوی 0 میذارم که تی مساوی 3 ثانیه میاد که لحظه توقفشه. بعد نمودار سرعت زمانش رو میکشم. در 0 سرعت منفی 6 بوده، در لحظه 3 ثانیه سرعت 0 بوده. این هم نمودار. گفته 8 ثانیه اول یعنی از 0 تا 8 ثانیه، از 0 تا 8 ثانیه. مگه مسافت طی شده رو از ما نمیخواد؟ من چیکار کنم؟ مساحت زیر منحنی سرعت با زمان رو حساب میکنم. اینجا شد S1، اینجا شد S2. میدونم که مسافت طی شده میشه قد مطلق S1 با قد مطلق
S2. قد مطلق S1 مساحت مثلث میشه 3 ضرب در 6 18 تقسیم بر 2 میشه 9 میشه 3 ضرب در منفی 6 به روی 2 با قد مطلق به علاوه مساحت این مثلث میشه اینجا چند واحده؟ 5 واحد. ولی دقت کن در 8 ثانیه سرعت چقدر میشه؟ دقت کن در 8 ثانیه 2 تا 8 16 منفی 6 میشه 10. مساحت این مثلث رو بخوام حساب کنم میشه 5 قاعده ضرب در ارتفاعش میشه 10 تقسیم بر 2. اینجا میشه 9، اینجا میشه 25 که به جواب 34 متر میرسد. گزینه 4 گزینه مورد نظر میباشد. تست 4، معادله سرعت یک متحرک در اسای به صورت وی مساوی 2t منهای 6 است. مسافت شده در 5 ثانیه اول حرکت چند متر است؟ 9 13 5 4. بریم پای تخته. سرعت رو به ما داده 2t منهای 6. مسافت طی شده رو از ما خواسته در بازه زمانی 5 ثانیه اول، یعنی از 0 تا 5 ثانیه. خب باز هم چیکار کنم؟ سریع ترین روش پاسخگویی این سوال اینه که بگی در چه لحظه‌ای متوقف شده؟ تی مساوی 0 میشه منفی 6. اینو مساوی 0 قرار بدی اینجا تی میشه 3 ثانیه. باز هم به همین ترتیب در لحظه 3 ثانیه میشه 0. خب مگه نگفته در 5 ثانیه اول از 0 تا 5 رو خواسته؟ توی 5 سرعت چقدر میشه؟ من سرعت زمان رو میپشم. توی 5 سرعت چقدر میشه؟ 2 5 تا 10 منهای 6 اینم میشه 4. پس با دو مساحت اینجا مواجه شدم، این مساحت این مساحت. گفته مسافت طی شده، پس میشه قدر مطلق S1 به علاوه قدر مطلق S2. اینجا مساحت که میدونیم میشه منفی 6 ضرب در 3 تقسیم بر 2. مساحت این قسمت هم میشه از 3 تا 5 میشه 2 واحد، این هم 4 واحد میشه 2 ضرب در 4 به روی 2. این میشه که 18 دوم میشه 9، 8 دوم اینم میشه 4 که مسافت طی شدمون شد 13 متر. یه چیزی هم بچه‌ها خدمت شما عرض کنم، اگه اینجا میگفت جا به جایی چقدره، ببین اینجا این شد منفی 9 متر، دقت کنید منفی 9 متر، بالا هم شد 4 متر، منفی 9 متر 4 متر. میگفت جا به جایی چقدره، میگفتی منفی 9 به علاوه 4 میشد منفی 5 متر، ولی در اینجا مسافت رو از ما میخواد، مسافت رو میخواد، باید قدر مطلق این مساحت ها رو جمع کنم که جمع کردم در نهایت به عدد 13 رسیدم که گزینه 2 گزینه مورد نظر هست. و این رو هم خدمت شما عرض کنم که من مسائل رو با سریع ترین روش های ممکن میخوام براتون حل کنم. تست 5، معادله حرکت جسمی به صورت x مساوی تی منهای 4 به توان 3 است. این متحرک به ترتیب از راست به چپ چند بار متوقف میشود و چند بار تغییر جهت میدهد؟ خب بریم پای تخته. معادله حرکت رو به ما داده تی منهای 4 به توان 3. دقت کنید گفته شرط توقف رو و شرایط توقف رو بلدیم. خب مشتق بگیر سری دی ایکس بر دی تی میشه 3 تا تی منهای 4 به توان 3. اینو مساوی 0 بذاری
که تی مساوی دوه و میدونیم که این عبارت همواره چیه؟ مثبته. یعنی اگر مساوی صفر بذارم که تی مساوی 4 ثانیه میاد که میشه لحظه توقف، ولی میدونم که سه تا تی منهای 4 به توان 2 همواره بزرگتر مساوی صفره. بزرگتر مساوی صفره یعنی تغییر علامت نمیده، سرعت تغییر علامت نمیده، پس تغییر جهت نداریم. بخوای هم نمودار این سوال رو حل کنی، این نمودار این سرعت زمانش رو هم حل کنی، ریشش که 4 تو 4 ثانیه و معادله هم درجه دومه در تی مساوی صفر. در تی مساوی صفر ببین، صفر منهای 4 میشه 4 به توان 2 16، 3 تا 16 میشه 48. به همین راحت. این هم تی مساوی 4 ثانیه است. این هم شد 48 متر بر ثانیه در لحظه صفر دارای سرعت 48 متر بر ثانیه است. اومده سرعتش کم شده، بعد در لحظه تی مساوی 4 ثانیه توقف کرده، دوباره در همون جهت شروع به حرکت کرده. ببینید علامت سرعت عوض نشده، قبل از 4 و بعد از 4 سرعت همواره چیه؟ مثبته. پس یک بار توقف داریم و تغییر جهت نداریم که گزینه 3 گزینه مورد نظر می باشد. تست 6، اتومبیلی 2/5 مسیر مستقیمی را با سرعت ثابت 10 متر بر ثانیه و بقیه مسیر را با سرعت ثابت 15 متر بر ثانیه طی می کند. سرعت متوسط اتومبیل در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ بریم پای تخته. خب ببینید بچه ها، سرعت متوسط رو از ما میخواد. فرض میکنیم از مبدأ شروع به حرکت کرده، 2/5 مسیری رو شما فرض کنید یک مسیری رو رفته، کل مسیر شده x، 2/5 این رو پس x1، 2/5 x رو با سرعت 10 رفته و بقیه مسیر هم که میدونید از x 2/5 رو کم کنی میشه 3/5 x رو هم با سرعت 15 متر بر ثانیه رفته. خب از ما میخواد سرعت متوسط رو متحرک در کل مسیر رو حساب کنم. میگم سرعت متوسط میشه x1 به علاوه x2 t1 به علاوه t2. x1 به علاوه x2 اگه جمع کنی که خود x میشه دیگه، 2/5 x با 3/5 x جمع کنی میشه x، ولی به جای t1 من چیکار کنم؟ به جای t1 میذارم x1 بر b1، به جای t2 هم میذارم x2 تقسیم بر b2. x1 چقدره؟ 2/5 x به روی b1، 3/5 x رو به جای t2 هم x2 به روی b2 با سرعت 15 رفته. پس میشه x بالا از x فاکتور بگیرم میشه 2/5 به روی 10 میشه 2/5، اینجا هم میشه 3/5 در 15 میشه 75 مساویه x با x هست میشه 1. از 150 مخرج مشترک گیری، 150 به روی 50 30، 3 2 تا 6، 150 به روی 75 2، 2 3 تا این هم میشه 6. پس در آخر میشه 150 به روی 12، 150 به روی 12 که این هم میشه 12.5 متر بر ثانیه که گزینه 3 جواب تستمون هست. ولی من با یه روش تکنیکی که خدمت شما روش سریع گفتم حل کنم این مسئله رو. گفتیم سرعت متوسط هرگاه متحرکی
ام انوم مسیری رو با سرعت وی 1 و بقیه مسیر رو با سرعت وی 2 طی کند، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه n تا وی 1 وی 2 به n منهای m وی 1 به علاوه m تا وی 2 به دست میاد. گفته چی؟ 2/5 مسیر رو با سرعت چی؟ 10. 2/5 مسیر رو با سرعت 10، این شکل هم هستش، 2/5 رو با سرعت 10 بده میشه 5 ضرب در 10 ضرب در 15، اختلاف 2/5 میشه 5 منهای 2 میشه 3 ضرب در 10 به علاوه 2 ضرب در 15، در نهایت میشه 15 ضرب در 5 میشه 5 ضرب در 150، 30 به علاوه 30 این هم میشه چی؟ 60. به 5 ساده بشه باز هم میشه 5 به 60 میشه 150 دوازده هم، این هم میشه 12.5 متر بر ثانیه و گزینه 3 جواب تست ماست. خب تست هفتم، متحرکی که روی خط راست حرکت میکنن بار اول نیمی از مسیرش را با سرعت 20 متر بر ثانیه و نیمی دیگر را با سرعت 30 متر بر ثانیه طی میکند و بار دوم نیمی از زمان حرکتش را با 20 متر بر ثانیه و نیمی دیگر را با سرعت 30 متر بر ثانیه طی میکند، نسبت سرعت متوسط این متحرک در بار اول چند برابر بار دوم است؟ تست بسیار خوبیه. بریم پای تخته. ببینید گفته متحرکی بار اول نیمی از مسیرش را با سرعت 20 متر و نیم دیگر را با سرعت 30 متر بر ثانیه طی می کند. یه بار دقت کنید، نیمی از مسیرش را یعنی x دوم رو با سرعت 20 رفته و نیم دیگرش را با سرعت 30 متر بر ثانیه رفته. خب در حالت دوم گفته نیمی از زمان حرکتش را، اگر کلن زمان تی بشه یعنی اینجا میشه تی دوم رو با سرعت 20 رفته و تی دوم بعدی رو هم با سرعت 30 متر بر ثانیه رفته. گفته سرعت متوسط این متحرک در بار اول چند برابر بار دومه. دقت کنید من اینجا سرعت متوسط رو بخوام حساب کنم، گفته بودم اگر متحرکی ام انوم مسیری را با سرعت V1 و بقیه مسیر را با سرعت V2 طی کند، سرعت متوسط در کل مسیر از رابطه M تا V1 V2 در N منهای M1 N منهای MV1 به علاوه M تا V2 به دست میاد. در حالت خاصی که یه جایی یادداشت کنید اینو، اگر متحرکی نصف مسیری را با سرعت V1 و بقیه مسیر رو با سرعت V2 طی کند، سرعت متوسط متحرک در کل مسیر از رابطه V متوسط میشه 2 تا V1 V2 در V1 به علاوه V2 به دست میاد. پس اینجا می نویسم اگر متحرکی M انوم مسیری را با سرعت V1 و بقیه مسیر را با سرعت V2 طی کند، V متوسط در کل مسیر از رابطه N تا V1 V2 در N منهای M V1 علاوه M تا V2 به دست می اومد. خب در حالت خاص، در حالت خاص ام انوم مساوی 1/2 به این رابطه خواهیم رسید، یعنی برای نصف مسیر که ام انوم میشه 1/2، برای نصف مسیر که ام انوم میشه 1/2
اگه ام ان ام رو بگیریم یک دوم میشه دو تا وی یک وی دو، اختلاف یک با دو میشه یک وی یک، بله ویه وی یک. گفتیم ام ان ام یک دوم، به جای ام یک گذاشتم، به جای این هم دو گذاشتم. در حالت اول وی متوسط، در حالت اول میشه دو تا وی یک وی دو، ببینید دو وی یک همون شده 20، وی دو شده 30، به وی یک به علاوه وی دو میشه 50، میشه چی؟ 600 به روی 25، 600 به روی 25. خب سادش میکنیم. در حالت دوم مگه نگفتیم یه نکته خدمت شما عرض کردم، اگر T1 مساوی T2 مساوی T3 سرعت متوسط از رابطه V1 به علاوه V2 به علاوه الی آخر به N تعداد اون بازه های زمانی به دست میاد. چه زمانی سرعت متوسط با میانگین سرعت های دو متحرک برابره؟ زمانی که بازه های زمانی جا به جایی ها یکسان باشه. الان گفته بازه های زمانی جا به جایی ها هم یکسانه، پس سرعت متوسط در این حالت میشه 20 به علاوه 30 دوم، که اون هم میشه 50 دوم. گفته سرعت متوسط این متحرک در بار اول چند برابر بار دومه؟ از اینجا من به این نتیجه میرسم که وی متوسط در بار اول به وی متوسط در بار دوم میشه 625 به روی 50 دوم، که سادش کنید 600 ضرب در 2 50 ضرب در 25، که سادش کنید به 50 میشه 1، این به 50 میشه 12 میشه 24، 25 که اون هم برابر 96 صدم میباشد و گزینه 1 گزینه مورد نظر میباشد. تست 8، متحرکی که بر روی خط راست حرکت میکند ابتدا با سرعت 6 متر بر ثانیه به اندازه دی در یک جهت حرکت میکند و بلافاصله با سرعت 2 متر بر ثانیه به اندازه دی سوم بر روی همان مسیر باز می‌گردد. سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه؟ یک تست خوب و نکته دار. بریم پای تخته. خب دقت کنید بچه ها، میگه متحرک ابتدا به اندازه دی رفته، یعنی x1 دی رفته، با چه سرعتی؟ با سرعت 6 متر بر ثانیه، و سپس بلا فاصله با سرعت 2 متر بر ثانیه به اندازه دی سوم برگشته، یعنی دی رفته دی سوم هم برگشته. یک مسیری رو دی رفته با سرعت 6 متر بر ثانیه به اندازه دی سوم برگشته با سرعت 2 متر بر ثانیه. اینجا دقت کن به مسئله. جا به جایی گفتم این شروع ابتدای حرکت، این هم انتهای حرکت، دیگه به مسیر حرکت بستگی نداره. این شد جا به جاییت. اگر از دی سومش رو کم کنی میشه 2 دی سوم، پس سرعت متوسط شد جا به جایی به مدت زمان جا به جایی. دقت کن که در اینجا جا به جایی به اندازه دی رفتم دی سوم برگشتم میشه 2 دی سوم، ولی زمانی که اینجا طی شده، ببین دقت کن، زمان میشه T1 به علاوه T2، زمان T1 رفتی T2 هم برگشتی، دیگه زمان رو حق نداری کم کنی. در اینجا زمان گذشته، اینجا به جایی اتفاق افتاده. T1 هم میدونی که میشه X1 بر V1، T2 هم میشه X2 بر V2. X1 شده D، سرعتت 6، X2 شده D سوم به روی 2، این که شد 2 سوم D
از دی فاکتور بگیرم میشه یک ششم به علاوه یک ششم، سه هم به دو ضرب میشه، دی با دی حذف میشه دو سوم، یک ششم یک ششم میشه دو ششم همون یک سوم، در نهایت به عدد 2 متر بر ثانیه خواهی رسید که تست بسیار خوبیه. باز هم تاکید میکنم که در اینجا جابجایی ها از هم کم میشه ولی زمان ها با هم جمع میشه، که این مطلب مطلب بسیار بسیار مهمیه.